שלום עליכם, בעזרת השם. ما ادامه میدیم بحث ملخیم الف. رسیدیم تو ملخیم الف به پرک یود جیمل تا آخر پاسوق یود دالت خوندیم. من یه خلاصه فقط میگم در مورد اخاب. گفتیم اخاب خیلی رشا بود، آدم ها را به بوتو بوترستی کشید و ریشعود کرد، تمام اینها درست. بعد یک ناوی گفتیم هشمی برخ فرستاد به طرفش و اومد وقتی که داشت به طرف بخور یروبان به نواد داشت بخور تقدیم میکرد برای بوت و اینها، بهش گفت که از جانب هشم من چیزی دارم و روش به روش گفت، گفت که هشم میدبرخ گفته که هشم اینطور دستور داده که بیا و بله یک معجزه هم نشون داد که هشم میدبرخ گفته که همچین بلایی بر سر یه ربعان به نوات میاد، اینه بن نولد و داوید، اینک یک پسری زایده میشه از خاندان داوید، اسمش یوشیاهوه و اون تمام این کاهنان تو را اینجا سر میبره روی همین میز بیخی که تو درست کردی و استخونهای تو را روی اینجا میسوزونن. اینا به یروبعام میگه که یروبعام و یک معجزه هم بهش نشون میده که وقتی میزبخه یک دفعه شکاف میخوره پاره میشه، تمام دشن از توش میزه بیرون. اینا خلاصه وقتی که اینا میشنوه یروبعام میگه اینا بگیر دستش که بلند میکنه که بهش بزنه، بهش بگه بگیریدش، دستش خشک میشه، میفهمه که این واقعا از جانب هشم، معذرت خواهی میکنه، دستش میاره پایین، بعد بهش میگه خواهش میکنم یروبعام میگه خواهش میکنم بیا بشین سر سفره من، نونی چیزی با من بخور. اینا میگه هشم به من گفته از همین راهی که میام بر نگردم، همین راه رو من ادامه بدم، اینجا من نشینم نه نونی نه نمک، هیچی با تو من اینجا هیچی نخورم، من دارم خلاصه اون قبلیار هست همجوری خلاصه میگم قبل نوری شروع کنیم و میره. بعد گفتیم تو اون شهر یه ناوی شقر دیگه هم ناوی بوده که ناوی شقر بوده، اونم پیر بوده، ولی میان پسراش بهش میگن که آره چنین چیزی اتفاق افتاده، امروز این ناوی از طرف شمال اسرائیل اومده بود و اینجوری شده، دست پادشاه خوش شده بود چی و اینا. بعد میگه ناوی زقنه یعنی شقره، بعد میگه کوشش یه رفت، بیال از خر من رو درست کنی تمام برم سوارش میشم. خلاصه میره بهش میرسه، اینجا الان رسیدیم به پرک یود گیمل پسوق یود داله، میگه و یه لخ اخره ایش الوهیم و امتعهو یوشف تحت اله. چرا؟ هم اینا رو خونده بودیم، من فقط خلاصه گفتم یادآوری کنم. اینا رو خونده بودیم. این تا آخر این پاسوقی که دارم میخونم خونده بودیم. پاسوق یود دله. از حالا بعد از این پاسوق جدید. صفحه پی بیت. ملخیم الف. پرق یود گیمل همهش خورد توی تحصیلی ماید و اینا. نه خب شیور نبود تو ماید، شیور نبود، من دارم اینی که قبل ماید خونده بودیم تا الان خلاصه شو گفتم. بله همین رو خوندیم.
دیگه تقصیر من نیست. خلاصه سر خلاصه گفتم که یک ناوی میاد به یروبام میگه بدون باشی که پسری به اسم یوشیاهو از خاندان داوید زاده میشه به اسم یوشیاهو و تمام این کاهنای بت تو را میگیره اینجا سر میبره و استخونای تو هم همینجا میسوزونه روی همین قربانگاه میسوزونه که اینم یروبام دستش هم میبره بالا که بگه بگیریدش دستش خوش میشه. بعد میفهمه که این واقعا ناوی امته، معذرخواهی میکنه و خواهش میکنه دست تفلان میکنه دستش خوب میشه. یروبام میگه خب حالا بیا بریم خونه یه چیزی بخور. میگه هشم به من گفته هیچی من اینجا نخورم. همون شهر یه ناوی شقر بوده، پیر بوده ولی ناوی دروغی. پسرای اون ناوی دروغی میان بهش میگن که امروز اینجوری شد، اینطوری اومد، اینطوری رفت. یه ناوی اومده بود و علیه اومده، میگه کوشش ناویه، میگه رفت، خر من رو زین کنید تا من برم دنبالش. خرش رو بخش زین میکنن، حالا اینجا این پاسوق یود دله، پاسوق یود دلت میفرماید و یه لخ اخره ایشا الوهیم. اون ناوی دروغیه میره به دنبال مرد خدا و این تاهو یوشف تحت اله. الا یک نوع درخته، حالا چه نوع درختیه نمیدونم. و پیداش کرد اون ناوی را که نشسته بود زیر درخت الا. و یومر الا ناوی دروغیه به ناوی راستیه میگه حتا ایشا الوهیم اشر باتم یهودا، آیا تو همون مرد خدایی که از یهودا اومده بود، از سرزمین یهودا اومده اینجا؟ و یومر آنی، میگه آره منم. تا اینجا خونده، ما تا آخر این پسوق خونده. خب پسوق تت وام می فرماید و یومر الاب ناوی دروغی بهش میگه لخ ایتی ابایتا و اخول لحم، بیا بریم با من خونه یه نونی با من بخور، یک غذایی با من بخور. پسوق بله لخ ایتی دست صحبت کردنش اینطور بوده، حالا حالا ممکنه لخو و نلخه پاسوق هم داریم، لخو و نلخه بیایید بریم، لخو و نلخه توی لخه دودی هم میگیم، لخه دودی نقلت کرد شما میگیم لخه دودی، لخه یعنی لخ، یعنی لخه دودی بیایی محبوب من بریم به استقبال شبا. بعد اگه بو، بعد اگه بو دودی نلخ مثلا لکرد شبا. چرا میگه لخه دودی؟ اونجا میگه لخ. این طرز صحبته. الان دلیل داره البته. از طرز قبال و اینا دلیل نداره. یه باید ببینید دلیل اصلیش. نمیگه لخ ایتی عبایتا. یا با هم بریم خونه. و اخول لخم. و نونی با من بخور. پسوق بعدی تد زین می فرماید و یومر لو اوخن لشوب ایتخ و لوو ایتخ، میگه نمیتونم، باید برگردم و باید بیا. و لو اوخن لحم و نون نخواهم خورد و لو اشته ایتخا مایم و با تو هم آب هم نمی نوشم. نه نه چون هشم بهش گفته بود این راهی که میری هیچ جا وای نستا، هیچی نخور، هیچی هم ننوش، این میری نبوات هم میکنی راهت ادامه میدی، هیچی هم وای نمیسی بخوری. چون هشم بهش گفته بود هیچ جا وای نستا بخوری، این به هر کی بهش میگه بیا بخور میگه من نمیخورم، من میرم. ولو استید خمایم با تو هم آب نمینوشم. به یروبام هم گفته بود و مقام هزه تو این جا من نه وای میتنم نه میخورم نه هیچ. پسوق بعدی یودعین چرا خودش هم میگه چرا من وای نمیتنم که اینجا اگه میخوای اینجا هست از کتاب اگه نیست بسی کلم هست بس میگه چرا نمیتونم وایستم باید نون بخورم.
کی دوار الی بدوار ادونای لو تخلقهم ولو تشت شمایم. چون کلام خداوند اینطور به من اومده، من گفته هشم اینطور نون نخور و اونجا آب ننوش. لو تشوف للخت به دل خشم هلخت با، از این راهی که رفتی بر نگر. هشم اینطور به من گفته، چون به این گفته منم هیچ نمی کن. اسمش چی بوده؟ نمیگه اسمش، میگه ایشای لوکی، مرد خدا. اسمش نمیگه. ممکنه یدو باشه، ممکنه یدو، ممکنه یود خد، پسوق یود خد و یومر لو. حالا این ناوی دروغیه، بهش میگه گم انی ناوی کموخا، منم ناوی هم مثل تو. و ملاخ دیبر الی، حالا اینجا داره دروغ میگه و ملاخ با من حرف زده. بیدور ادونای لمر، با از جانب خدا به من گفته بهت بگم هشیوه و ایتخایل به تخا، برگردونش به خونه خودت، بیارش خونه خودت. و یخلخم و یشت ماییم، که نون بخوره آب بنوشه. ناوی من ملاخ به من گفته بهت بگم برگرد بیا. کی خشلو، کی خشلو یعنی یعنی دروغ گفت بهش، کذب گفت بهش، علکی گفت. خب این بنده خودم از سادگی باور کرد، باور کرد یوتف و یشوف ایتو و یوخل لخم به ویتو و یشت مایم. باش برگشت و در خونش نون خورد و آب نوشید. خب پاسخ کاف و یهی هم یشویم لشولخان، نشسته بودن روی شولخان. و یهی دوار ادونای الهنوی اشیر هشیبو، و کلام خدا به اون ناوی دروغیه ظاهر شد، به ناوی دروغیه ظاهر شد. سر صفره که نشست بودن داشتن میخوردن، کلام هشم به ناوی دروغیه ظاهر شد. حالا براتون میگم چرا به این ظاهر شد، چرا به خود اصلیه ظاهر نشد. چون اگر به خود اصلیه ظاهر میشد، بعدن اونشی که سرش میومد هیچ کس نمیتونست بفهمه که جانورشم بوده. فکر میکردم همه اتفاقه، چون این نمیاد به کسی بگه هشم به من ظاهر شد، به من گفته اینجوری خواهد شده. اینا به این گفت که این بمونه، که این واسه مردم تعریف کنه که واقعا هشم گفته بود به من که این چون حرف هشم گوش نکرد اونش میگیره. کلام هشم به ناوی که برگردونده بودش ظاهر شد. این رشی داره، رشی کاف. اله ناوی، به کدوم ناوی ظاهر شد؟ ناوی شه هشقه، ناوی دروغین. هشر هشیوه لئیش ها الوکیم، یعنی اونی که برگردونده بود مرد خدا را. میکنم رو با اینکه ناوی دروغی بود، ولی شخینا بهش ظاهر شد. میگه با این چقدر مهمه. از اینجا حخامیم در مسخ سنهدین فرمودن گدولا لگیما شمشره شخینا النویه هبعل، یعنی مهمون نوازی. شما یک آدم تمیز حخام رو بیارید تو خونت، بهش خوراک بدی بخوره، اونقدر به درگاه هشم مهمه که باعث اگه تو ناوی بعل هم باشی، ناوی بت هم باشی، شخینا به ظاهر بشه. این به زخوت این درسته از کلام هشم رد شده بود، ولی همین این خودش مهمون نوازیه. میگه مهمون نوازی از اینجا یاد گرفتم حقامیم. مهمون نوازی اونقدر درجهش بالاست که باعث میشه شخینا شعور بشه برای آدم، حتی هم اگر خاص بشه آوانکار باشه آدم. خب پسوق کاف الف، حالا هشم بهش ظاهر شد، چی بهش گفت؟ و ایگرا ال ایش الوهیم اشر با میهودا لمر، گفت بگو، یعنی هشم گفت بهش که این حرفا را بگه به مرد خدا که از یهودا اومده بود، اینطور بگه به مرد خدا بگو. کو امر ادونای،
این چنین فرموده خداوند، یعن که مریتا فی ادونای، نظر به این که تو تمرد کردی از کلام هشم، ولو شما سایت میسوا و میسوا را انجام ندادی، اشر سیفخ ادونای الهیخ که خدای خالق به دستور داده بود، کاف الف نراشی و اقراح نبی هزقین ال ایشا الوهیم، یعنی همون که گفتم ناوی دروغین این طور گرفت که این حرفا رو بگه به ناوی دوم امیتی، یه چون حرف من رو گوش نکردی و دستور من رو انجام ندادی، حالا پسوق بعدی کاف بید و تشوب و تخلیخم و تشت مایم و برگشتی و خوردی نون و آب نوشیدی و مقام اشر دیبر الیخا، در جایی که هشم بهت گفته بود ال تو خلیخم و ال تشت مایی، جایی که هشم بهت گفته بود بر نگرد نرو اونجا بشینی نون و آب بخوری، حالا که این را گوش نکردی، لو تو نیبلتخا ال قیور ابوتخا، نخواهد آمد جسدت به قبر پدرانت. یه چیزی بردن وقتی اینا رو ببینه تکونی میخوره، وقتی همین هشم به دروغیه گفت که بعدم باید بشه این یه تکونی بخوره. بعد پاسخ بعدی کاف گیمل و یهی اخره اخلو لحم، خب اینا رو شنید و حزاق بروخ از دیبر تورایم که گفتی خیلی ممنون تو در عبا حلاخه هم گفتی واسه که هشم اینجوری گفته تو در عبا خب میوهی اخره اخلول، آره دیگه بشگو راستیه نه دروغیه به راستیه گفت، هشم گفت همینه که الان دارم بهت میگم هم الان بهش بگو، اینم گفت گفت چون گوش نکن دکتر هم بود ولی یوی چقدر مهمه که آدم باید تمام این چیزا در مورد آدم و حوا و مار و نمیدونم این چیزا بگید دیگه، بگید این چه میرسه مار اومده گفته پادشاه هم بهش گفته بود، حرف پادشاه رو گوش نکرد. خب میگه چی بعد از این و هی اخره اخلو لخم و اخره شتوتو، بعد از این که واقع شد بعد از این که نونش را خورد و نوشید و یه حبوش رو حمور زین کرد خرش را لناوی اشر هشیبو، زین کرد برایش اون الاغش را برای ناوی که برگردونده بودش. اینجا پسوق راشی میگه کافتیمیل لنوی اشهر شیبا شم شم شیبا شم زه لیرکوم علاو ایشا الوکیم، یعنی برای ناوی که برش گردونده بود زین کرد براش که سوارش بشه سوارش خرش بشه بره. بله کاف بیت کاف دلت ببخشه و یلخ و رفت و امتایهو اریه با درخ و امیتهو، یک شیر تو راه اینا دید و کشتش، شیره زد و کشتش، ننوشته شیر خوردش نوشته شیره کشتش. و تهی نیولتو مشلخت با درخ، جسدش افتاده بود تو راه، یعنی شیره نخوردش، شیر معمولا چیزیه که سید میکنه میخوره، یه شیره زد کشتش ولی انداختش اونجا نخوردش. و حمور اومد اطراح و خرم وایساده بود کنارش، خره باید در بره شیر اینجا هست، شیر حالا آدم ها نخوردی حالا حموره رو که میخوره، اگه بگی از روی گرسنگی آدم رو خورده اینو ممکنه بعدن راشی بگی
اگه بگه از روز گرسنگی خورده باید آدم رو میخورد. آدم رو نخورده پس شاید بگی عصبانی بوده، خشمگین بوده، از رو غضبش زده آدم رو کشته. اگه از رو غضبش کشته باید میزد خمانن کشت. آدم رو فقط کشت، خمانن نکشت. خمانن برعکس، خمانن باید بترسه، در بره، وحشت کنه. خمانن وایساده کنار جسده، شیره هم وایساد کنار جسده. همینجوری. و اریه آمد اتلا نویلا، هم خمور هم اریه دوتاشون وایسادن کنار جسد. همینجوری انگار بهش گفته بودم وایسا سلفی بگیریم، این عکس بگیریم با دفتنت رشی نداره. تافهی بهینه انشیم اوریم، اینک مردم رد می شدن، آدم های ره گذر رد می شدن تو بیابون به صدا رد می شدن. و یه رو تن نویلا مچلخت با دره، دیدن که اون جسد افتاده تو راه. و یه تا اقیه امد اطلا نویلا و دیدن که شیر هم کنار این جسد، این جنازه وایساده. و یه و یه تا برو با ایر اومدن مردم و این خبر رو تو شهر پخش کردن. شهر هنوی از دقین یوشب با اومدن تو همون شهری که ناوی شقره بود، اینا تو همون جا گفتن که به گوش اینم رسید، به گوش همون ناوی شقره هم رسید. کافی نداریم. بله کاف وام. و ایشمع هنوی از شهر هشیبا مینا دیره، شنید اون ناوی دروغیه که برگردونده بودش از راه آورده بودش تو خونه خودش، شنید این خبر را. و یومر ایشا الوهیم هو، برگشت گفت حتی که این مرد خدا بود. اشر مرایت پی ادونای، و سرپیچی کرد از دستور هشم. و ایتنه هو ادونای لاریه، واسه همین هم هشم این سپرد به دست شیر. و ایش برهو، و شیر هم این استخوناش زده خودش کرده. و ایمیتهو و کشتتش کدوار ادونای طبق کلام هشم اشیر دیبرلو. واقعا این مرد خدا بوده، مرد خدا بوده چه هشم گفته نکن کرده، این مجازاتش کرده. این یک کلمه نمیگه خودش این وسط یک کاری بوده ها. کاف زین پسر بعدی کاف زین و ایدبر البناب لمر، به پسراش میگه خیفشور یه تا خمر، زین کنید برای من خمرا و یه خبورشو براش زین کردن. کاف خیر و یه لخ و امتاید نیولتو مشلخت به درخ، رفت همین ناوی شقره رفت و پیدا کرد جنازش را که افتاده تو راه. و خمور و هریه امدیم تره نویلا، و اون اولاغ و شیره ویستدن کنار جسد. لو اخل هریه تا نویلا ولو شبر تا خمور، و هریه نه جسد خورده نه خموره را کشته. یعنی فهمید که همه این جانب هشم بوده. کاف خیر نداریم. کاف تر و عیسی هنوی ات نیودت ایشا الوهیم، میگه خب داشته دیگه مفتده تو راه، این مرد خدا بوده، بلندش کرد اون ناوی شغله جسد مرد خدا را. و یعنی حهو اله خمر، تازه فهمید چرا هشم یه کاری کرده که این خموره را اریه نخورتش، که این خموره باشه که بتونن جسد رو بزنن روش که بایش بیارن تو. یعنی همه کاره هشم با حکمت. و بلند کردین در گذاشت کجا؟ روی خمور. درسته؟ و یعنی حیهو الى خمور و یشیوهو، و گذاشتش اون جسد رو روی خمور و برگردوندش. و یبو ال ایر هنناوی هزقین، و اومد به شهر همون ناوی پیر، همون ناوی دروغی. لیسپود القبرو، که اونجا به اصطلاح
سوگواری کنن براش، چون هرچی باشه بالاخره ناوی بوده، و قبوراش کنن. ناوراشی نداریم. بعد لامد و یه نخ ات نیمتو به قبرو، گذاشت جسد را در قبرش و ایز پدو علاو هوی اخی، و سوگواری کردن براش و گفتن ای وای برادرم، خلاصه ناراحتی کردن براش. رشی لامد می فرماید به قبرو به ویت قبورا شهیه لنبی شقر هزه بعیر، یه توی به قبورایی که تو شهر همین نبی شقر بود، تو اونجا اینه قبرش کردن. حالا برای چی داره اینا میگه؟ حالا به ما تو کدوم شخص تو کجا؟ لامد الف، بسوقه لامد الف میفرماید و یهی احلی قبرو اتو، واقع شد بعد از اینکه قبرش کردن. و یومر البناب لمر، اون نوی شقره به پسراش میگه به موتی اقورتم اتی به قبر اشر ایش ها الوهیم قبور بو. بعد از اینکه این فوت بکنه، خودشو داره میگه، بعد که فوت کرد قبرش کنن توی این تو قبری که مرد خدا اونجا قبر شده. ابتل اتموتاو، کنار استخونهای این هنی خوبت اتموتایی، کنار استخونهای این، استخونهای این هم اونجا بذارید. بله لامد بیت، چرا؟ کی هیویی هی هدوار اشن قرابی دوار ادونای על המזבח אשר בבית אל ועל כל בתי הבמות אשר בערי שומרון. זירע התמן חוהד בוד אין צ'יזי כה בנאום השם חונדה. יעני, אלען מושחס שוד כבוגן מרד חודע בודה. הר צ'י גופתה אמת בודה. פס اینا بذارید بغل این که از چرا تو تمام چیزهایی که گفته خواهد شد، همونطور که تالا شد، پس چیزهایی که گفته خواهد شد که استخونهای یروم امرا خواهند سوزوند و این هم پس خواهد شد، چون خواهد شد تمام اون چیزهایی که به اون از جانب هشم گفته روی میزبیخی که در بسئل هست راجبه، راجب میزبیخ تمام نبوهایی که کرده، پس حتما اون هم خواهد شد. و الکل بطه اباموت، و راجب تمام اون سکوچه هایی که گفته بود که تمام کاهنان بت‌ها را میاد اینجا یوشیاهو خواهد آمد و همینه را میکشه، پس اون هم انجام خواهد شد. از شر به عره شمرون که همه شون توی شهرهای شمرون بودن، همه اینا خواهد شد. پس او قلمه گیمه اخر هدوار هزه لو شعب یه خب تمام این را دید. یروبام، یروبام دید این مرد خدا اومد بهش گفت تخص دست بلند کنه، دستش خوش شد، سفیل خون دستش خوب شد. بعد فهمید همه این چیزا رو، بعدا شنید که این یارو اومده از کلام هشم رد شده، رفته خونه فلانی، هشم مجازاتش کرده و اریه خوردتش، و اریم نمیدونم این علیه نخوردتش، علیه کشتتش ولی نخوردتش، نمیدونم اون خمورم کنارش وایستاده بوده اونا کاری نکرده. همه این معجزات رو دید یه روام، هم همه اینها رو شنید و دید. باید بود جزاره تشوبه میکرد. آخر هدوان هزه، بعد از اینکه تمام این موضوعات اتفاق افتاد، این معجزه ها لو شاو یه روام میدر که هرعا، بر نگشت یه روام از راه بدش. و یه شب و یه از مقصود هم کهنه با موت، و برگشت و از جاهای مختلف مردم کاهنان سکوچه ها درست کرد. برای چی؟ برای سکوها، برای بوت. به خفت یه ملت یدو، هر کسی میخواست مایل بود بیاد و بیاد، هر کس میخواد بیاد بیاد،
راه بازه ویهی کهنه با موت و هر کس میخواد بیاد اینجا کهن بشه، من میکنمش کهن با موت توی واسه سکوچه ها. راشی لامد گیمل اخر ادوار ازه، بعد از این موضوع چه موضوعی؟ شرعایت هم موفت ازه که دید این معجزه را و شمای دیبرای نوی و شنید حرفای نوی را و افعل پیخین لو شام و با تمام این موضوعات برنگشت شما نکرد و ربوتن و درشو حقامیممون در مسئله سنهدین فرمودن اخر شتفسو ای کدوش برخو اخر شتفسو ای کدوش برخو به ویگدو میگه یعنی چی بعد از این موضوع؟ بعد از چه موضوعی؟ تو مسئله سنهدین میگه بعد از اینکه هشم تا جایی رسید که هشم قباشو گرفت، قبای ربوام هشم گرفت دستش کیویخون و اینه اخرش تفسو اکدوش برخو به ویگدو، هشم لباسش گرفت و امر لو بهش گفت خزور بخوا برگرد تشوبا کن و انی و اتا و به نیشای نتایل بگن ایدن، برگرد تشوبا کن و من و تو و بنیشای یعنی داوید با هم دیگه ستایی تو گن ایدن گردش میکنی. یه باز هم با این وجود برنگشت، حتی هم هشم بهش اینطور کنید اونجا میگه یه از بس جاه طلب بود، از بس بالا بالا ها را میخواست، اگرش گفت میباروش کی اوله؟ و هشم که باید گفت، گفت انی و اتا بعدش هشم که شنید این داره میگه میباروش گفت بنیشای باروش، حالا که اینطور شد بنیشای اول یا ایها خیلو با اینم اگر اینطوره نمیخوام دوباره میخواست خوب بشنوه میبروش مثل بعضی هستم مثلا شما میگید آقا شما آدم لحب دیدون شما خیلی آدم خیلی چیزی هستید ببخشید نشنیدم چی؟ یعنی یه بار دیگه بگو میخوام تعریف خودم رو دوباره بشنوم هست. خب بله پسوق اینم گفتیم لامد دالت لامد دالت می فرماید و ایهی به دور هزه لحتت بیت یربعام، یه این موضوع شد خطای خاندان یربعام الهخید الهشمید معلفنه هدما، باعث و بانی این شد که تمام دودمانش تمام خاندان یربعام بر باد بره، نابود و مزنحل بشه و کلا نابود بشه. همین این موضوع باعث شد که برنگرد هشم اومد و هشم بره میگه برگرد. یه به خاطر همین موضوع این شد خطای خاندان یربعام الهخید، یعنی کاملا از ریشه کامل بریده بشه، الهشمید کاملا نابود بشه، معلف نه آدم ها از روی گیتی از روی دنیا محو بشه. میرسیم به فرق بعدی، فرق یودالت پسول الف میفرماید با ایتهی وقت هست اصلا با ایتهی خلا اویا بن یربعام، میگه یربعام یه پسر داشت اسمش اویا بود، اویا میگه در اون موقع مریض شد اویا پسر یربعام و یومر یربعام لیشتو، یربعام به زنش میگه قومی نا و هیشتنید، بلند شو لطفا و تغییر لباس بده خودتا قیافت عوض کن ولو ید او که ات اشت یربعام، من تو زن یربعام هستی و هلخت شیلو برو به شیلو اینه شام اخیه نوی، اخیه نوی اونجا هست توی شیلو برو اونجا هو دیبر علی ملخ الحمزه، اون اولین کسی بود که نبوه آورد که من ملخ میشم و شدم، پس حرفاش درسته.
پس الان هم بلند شو لباسات عوض کن، هیچ کس نفهمه که تو زن من هستی، که شروع نکنم بپرسن آه زن یاروام کجا میره چی میره اینا، به عنوان یک گمنام برو پیشش. که بله تو پاسوق گیمیل میفرماید بلقحت بیدخ اثر لحم و نیکودیم، تو دستت با خودت تحت نون و نیکودیم. نیکودیم اینجا میگه یک نوع چیزایی که بو میدن از مال قلات و اینجور چیز هست که اینها راشی میگه. راشی میگه و نیکودیم مین کلیوت، یک جور چیزایی که اینها را به طرح تفتش میدن. میبشین به تنور، اینا رو تو تنور خشک میکنن. و اوستین اوتن کمخ لسوت میمن و مخن، و از اونها بعد که خشک کنن از اونها آرد درست میکنن و از اون آرد خوراکی درست میکنن. شکرین رو شتیتا بلاشون گمارا، در زمان گمارا بهش میگن شتیتا، یک جور غذای نمیدونم فرنی بوده نمیدونم چی بوده. خلاصه میگه با خودت ولقحت بیدخ اثر لحم و نیکودیم، ده تا نون و نیکودیم با خودت بردار ببر. و وقبوک دوش و یک مثلا بطری هم اصل و وات الام و بیا به نزد اخیه شیلونی. هو یگید لخ ما یهیه لنعر، اون بهت میگه که سرانجام این بچه چی میشه. راشیش هم که خوندیم بله دله. و تا از کن اشت یروبام، همین کار کرد زن یروبام. و تا گم و تلخ شیلو، بلند شد و رفت به شیلو. و تا و بت احیا، اومد به منزل احیا، احیا ناوی بود. و احیاهو لو یخول لیرعوت، احیا از بسی که پیر شده بود چشماش نمیدید. که قام و عناو میسوو، تو از پیری دیگه چشماش سوش از دست داده بود و نابینا شده بود دیگه. الان اینجا میگه برمینان یه فرق فرق آدم معمولی با برمینان دورجون آدم نابینا اینه، آدم معمولی وقتی تو چشماش نگاه میکنی چشماش یه جا وای نمیسه، چشماش جا به جا میشه، یعنی اینجا نگاه میکنه در آن واحد چشمش میره اینور میاد اینور، میره اونور میره بالا میاد پایین میره کنار میره اینور، چشمش تون 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 یه جا وای نمیسه، حرکت داره میکنه چشم آدم معمولی. ولی دور از جون نصیب نشه آدم نابینا چشمش یک جا وای میسه، یه نقطه رو همینجور دیگه وای میسه، تکون نمیخوره چشمش. این یکی از علامتاش. یه احیا چشمش نمیدید. چرا؟ چون دیگه از بس پیر شده بود دام و اناو چشماش ایستاده بودن، یعنی دیگه تکون نمیخوردن. آدم نابینا چشماش سر جاش ایستاده بود. فرماید راشی داده نداری بله میاد بس. هی و دونا بله خوندیم گفتیم الان گفتیم که این کار کرد و بلند شد این هم چشمش نمیدید از بس تو هن سال بود. و دونا یا مر ال احیاهو هشمید ورخ به احیا میگه هینه اشت یروب ام با آلی درشت دوار مئیمخا، اینک زن یروب ام داره میاد از تو تقاضا کنه یک چیزی. ال بنا کی خلهو، داره میاد از تو تقاضا کنه راجب پسرش زیرا مریضه. کزو و خزه تدبر الها، اینطور اینطور بهش بگو، این چیزا رو بهش بگو. ویهی که با وهی نکرا، و وقتی که میاد خودشم میزنه به ناشناسی، یعنی هشم داره بهش میگه بدون که وقتی میاد تو
وانمود میکنه که یه زن ناشناسه، یه زن معمولیه، خودش رو به حالت ناشناسی میزنه. بله. رشی شماره هی میفرماید وهی میتنکره که ایلو انزد، یعنی خودش رو میزنه به این راه که انگار این اون نیست، انگار این زن یروام نیست. بله، برمیگردیم پسوق واب و هی کشما احیاهو اتقل رگله ها با آبا پتخ، همچین که شنید احیاهو صدای پاهای زنه را که اومدن دم در، همچین که شنید صدای پاهاش که دم دره و یومر هرگش گفت، اخیا گفت بوی اشت یروب آم، بیا زن یروب آم، بیا یه تو. نه، هشم گفت بدون این داره میاد، با حالت گمنام داره میاد پیشه، داره میاد برای پسرش اینجوری. ولی گفت هشم بهش هیچی نگو، هشم بهش گفت اینطور و اینطور بهش بگو، این چیزا رو بهش بگو. نه، هشم گفت این، هشم گفت این زنه که داره میاد خودش رو زده به گمنامی، میخواد کاری کنه که تو نشناسیش، بدون که این زن یروبامه و این چیزه را که من بهت میگم بهش بده. و چیزایی که هشم بهش گفت اخیا داره میگه، هم زنه حرف نزده، همچین که پاش اومد صدای پای زنه را که شنید برگشت گفت، برگشت گفت و یومر گفت بوی اشت یروبام، بیا زن یروبام، بیا لما زعت میتنکره، چرا خودت میزنی به گمنامی، چرا خودت به ناشناسی میزنی؟ و انوخی شلوخ الیخ قشا، من پیغام میدارم برات، پیغام سخت، خیلی پیغام دردناکی برات دارم. واو رشی، واو میگه شلوخ الیخ مئت کدش برخو بیشلی خود قشا، میگه من از جانب هشم برات یک پیغام سخت دارم. پسوق زعین میگه لخی امری لیروبعام، برو به یروبعام بگو کو امر ادونای الوهی اسرائیل، این چنین فرموده خداوند خالق اسرائیل، یعن اشیر حریمو تیخ میتوخ عام، چون که من تو را بلندت کردم از میون مردم، تو را مقامت را بردم بالا، و اتنخا نگید العمی اسرائیل، تو را کردم حاکم بر قومم اسرائیل. که از اونه بعدی خط و اقرع ات مملخه می بید داوید، پاره کردم سلطنت و از خاندان داوید، و اتنها لخ و دادمش به تو، باید تو لیاقت بیشتر نشون می دادی، ولو هایتا که عبدی داوید، و تو نبودی مثل غلام من داوید، اشر هلخ اخرای به خل لبابو، و تو نبودی مثل داوید غلام من که نگه داشت نسواهای من را و رفت دنبال من با تمام قلبش، لعصد رق هیشار به انای، که فقط چیزی که من میپسندیدم انجام میداد، تو اونطور نبودی. بله، پس اون بعدی تت و ترع لعصات میکل اشراحیون فنخه، نه فقط تو مثل داوید نبودی، تو از تمام قبلیات بدتر کردی. قبلیات کیا بودن؟ رخوام شلومو بود و رخوام بود، درسته؟ تو از اون قبلی ها هم اونها درسته، اونا رشایی نکردن ولی مثل داوید هم نبودن، ولی رشا هم نبودن مثل این تو. تو نه فقط مثل داوید نبودی، تازه من مملکت گیرای از سلطنت از داوید گرفتم دادم به تو، یعنی که مثلا تو بهتری، تو باید نشون میدادی که بهتر از داویدی، باید یه سر گردن تو از داوید صدیق‌تر میشدی، نه که این، نه از داویدم کمتر، هم از اونها هم بدتر کردی، از اونایی که قبلت بودن کار از تا بدتر کردی.
و تلخ و تحسین لخای الهیم احریم و رفتی برای خودت خدایان بیگانه درست کردی و مستخوت و خدایان ریختنی درست کردی لحق ایسینی که من رو عصبانی کنی و اوتی اشلخت اخری گویخا و من را پشت پرد کردی. و من را پرد کردی پشتر خودت. یعنی آدم یه چیزیه که مثلا بی محلی میکنه بهش پرد میکنه پشتش. هشه میفهمید من را پرد کردی پشت خودت، دستی برای خودت چیا درست کردی. حالا که این کار را کردی بسوق یود لخن هینینی موی رعا البت یا روام، بنابراین اینک من میآورم بدی به خانواده یروعام. و اخرتی لیروعام مشکین به غیر و نابود میکنم از یروعام هر اونی که مشکین به غیر، یعنی کسی که ادرار میکنه روی دیوار. این منظور چیه؟ منظور به زخاره، چون فقط زخار اینجوری مثلا دستشوی میکنه. آدم زخار نکوه اینطور نمی کنه. میگه و نابود میکنم برای یه ربعام همه زخاریمش را، اتصور و عزوب به اسرائیل. اینجا چند تا معنی داره اتصور و عزوب. یه معنیش اتصور معنی اوشر میده، یعنی هر مال و دارایی و ثروتی که داشته باشه همه رو نابود میکنن. و عزوب اتصور یعنی چیزی که جمع کردی برای خودت، یعنی همه چیزایی که مال و املاکی که برای خودت جمع کردی اونا رو هم نابود میکنن. و عزوب گنج. و عزوب یعنی چیزی که مثلا از دست پخش کردی این ور اون ور. چیه؟ گاو و گوسفند و اینها که آدم اینا رو ول میکنه توی صحرا، به اونا میگه عزوب. یه اونها هم نابود میکنم ازت. این یه معنیه، یعنی همه ثروت و مالای مال دارایی چه از تو خونه چه از بیرون همه رو نابود میکنم. یه معنی دیگه هم داره عصور، یعنی دربند، یعنی حتی از خانوادت کسایی که تو زندون هم باشن از اون هم نابودشون میکنن. از روح اونایی هم که بیرون باشن خلاص باشن اون هم نابود میکنن، یعنی هیچی نمیذارن مثلا. اتصور و از روح به اسرائیل او بیارتی اخری بیت یروب ام، بعد از تمام اینها پشتر خاندان یروب ام را من نابود میکنم. کاشر یه وعیم هگلال اد تومو، همونطور که یک فضله حیوان نابود میشه اون از بین میره، اونطور نابود میشه میکنن. راشی میفرماید یود مشکین به قیر تیرگم یونتن یدع مدع مشید به قیروت لیبو. این یه رو دیگه معنی میکنه، میگه تمام اون چیزایی که توی دیوارهای قلبته تا تهش هم خوندم، میدونم اون ته قلبت چه نیتایی داری تو. هم من اتصور و عزوب اتصور شیش رو مخزیک ید که موزه ی اتصور به عمی. این مزروش همون ثروته، ثروتی که تو تحت تسلط و تو دستشه. و عزوب شین لو مخزیک و ید، این چیزی که الان تو دستش نیست، تو صحراست، تو اینور اونوره، تو سرمایه گذاریه، نمیدونم جاهای دیگه، تو بانکه. کاشر یه وعیر، همونطور که نابود میکنن گلال و فضلی حیوان را، همه وعیر تمخال به فیو. میگه یه آدم هم که یه خوراک هم میذاره تو دهنش میخوره، اونقدر میخوره و میجوه که اینا نابودش میکنه. یه چیزی از این خورده نمیمونه. آخرش چی میشه این خوراکه؟ میشه گلال، میشه فضله. لعصوت گلال میشه فضله.
کاخ اوائر اخراب اتومو، همینطور هم من هیچ چیزی نمیذارم از گروان باقی بمونه تا بشه فضله. یعنی یه ذره خوراکی هم باشه ریز ریزش هم بکنم، بازم اگه خوراکیه اونقدر من نابودش میکنم تا این بشه فضله که اصلا غیر قابل استفاده باشه. خب بله، یود الف، یود الف میفرماید همیت لیرو ام با ایر یخنو اکلویم و همیت بستده یخنو اوف شمایم که ادونا ایدی بیر. فرماید میگه اون چیزهایی که از خاندان یروام، هر چیش که مال یروام باشه، اگه تو شهر بمیره یه کاری میکنن سگها بخورنش، اگه توی صحرا بمیره یه کاری میکنن لاشخورای و پرنده های آسمان بخورنش، زیرا تمام اینها را هشم گفته، این از جانب هشم حکمه. یود بیت و ات، حالا تا اینجا هم حرفاش از زد بزنه که هشمید برخ داره این چیزا رو میگه، برو اینا رو به یروام بگو. تا اینجا داشت اخیا میگو، حالا ادامه میده اخیا بزنه میگه و ات قومی لخی لبیته و تو بلند شو برو به خونه، به وعا رگلای خیرا امت هیاله، همچین که پات برسه به شهر پسر میمیره، پسر یعنی بچهش میمیره. برمینه یود بیت نداره، یود گیمل و سفدولو کل اسرائیل و قبرو اتو کی زل و دو یبول یروام القابر. یه سوگواری میکنن براش، سوگواری بکنن براش تمام اسرائیل ها برای این بچه و قبرش میکنن، چون همین یکی فقط از خاندان یروام به قبر میرسه، همین یه بچهه، دیگه هیچ کس از یروام از خانواده و اینا دودمانش هیچ کس به قبر نمیرسه، همین یه بچهه فقط به قبر میرسه، به واسه همین یکی فقط سوگواری کنه. چرا؟ یا ام نمتا با دوار تو، چون این بچهه یه زخوتی داشته، این بچهه بچه که بچه کوچولو نبود، یه انگار جوانکی بوده، میگه چون یه چیز خوب داشته تو وجودش این پسره، یه زخودی داشته، دوار توف ال ادونای الوهی اسرائیل به بیت یروام، میگه یک چیز خوبی داشته در حضور هشم خدای اسرائیل، با وجود اینکه تو خونه یروام بزرگ شده بوده، یه چیز خوب داشته، به زخود همون یه چیز خوبه، این یکی فقط میرسه به قبوره. حالا اینجا باید بگه چیه، میگه چی بوده؟ رشی میگه یود گیمه دوار توب، یه چیز خوبی داشته بچه، اون بچه چه چیز خوبی داشته؟ شه بیتل میشمر تو شه هشیبو عویب شمر شنو یعله ایش لرگل و بیتل میشمر تو و علا. نخون گفتیم سر مرد یروام چی درست کرده بود؟ گوساله طلایی گذاشته بود، نگهبان هم گذاشته بود که هیچ کس از اسرائیل ها نره به رگل، به شلوش گلیم، نره به یروشلیم زیارت، درسته؟ این پسره نگهبان بوده اونجا، نگهبان بوده اونجا، پدرش اینا گذاشته بوده اونجا، یروام گذاشته بودش اونجا که مواظب باشه هیچ کس نیاد بره رگل یروشلیم. میگه این پسره نگهبانیش را ول کرد، بلند شد خودش رفت، علیال رگ رفت یروشلیم. میگه چون این پسر این کار کرد، پدرش اینه گذاشته بود نگهبان، میگه نگهبانیش را ول کرد، بلند شد رفت زیارت یروشلیم پسره، میگه چون پسر این کار کرد به قبورا میرسه، همین یکی به قبورا میرسه، این کار خوبی بود که پسر کرده بود، با وجود اینکه تو خانواده یروام بزرگ شده بود. یروام پدرش اینه یک عمر اینه، میگه ببین چه زخوتی داره، برمینم کسی که
برخلاف مسیر رودخونه شنا میکنه. لحظی الفرق داره درستی نمیشه آدم همچین حرف میکنه، ولی یه این چیز خودی داره. اینایی که میتونست بکشه، حالا اون پسرش بود چشم پوشی کرد. لحظ دین الفرق داره نگاه کنید از اینجا نمیشه البته مقایسه. نگاه کن مثلا لحظ دین من و شما شبات نگه میداریم، یه نفر دیگه هم توی خانواده ای که مثلا تو خونه شون نه شبات و نه دات و نه دین و نه چیزا هست و هست تو توی یخچالشون گوشت خوک دارن و چی دارن هستن برمینن. یه پدر مادر این پسره یا این دختره حضر بیچوه شده داره مثلا یه خزک میشه میخواد شبات نگه داره، یه نگاه که اون چه زخوتی داره که مثلا ضد تمام اینا مسخرش میکنن چی بهش میگن هزار تا این برخلاف تمام جهت این داره شنا میکنه. این اون چه زخوتی داره این لحظ دین از اینجا میشه همچین یه ذره فهمید. خب یه جای خوبش اقلن برخش کنم. بله موضوع اینه که حالا هم که ادامه داره. نه ما یودالت هستیم، یودالت وحقیم وحقیم ادونای لو ملخ علی اسرائیل اشر یخریت ات بیت یروعم زه هیوم اومه گم عطا. بله تمام اینا هنوز حرفای اخیه هنوز داره، اینا هنوز نبوه است که داره به زمین همین داره میگه و هشمید بارخ بلند خواهد کرد پادشاهی بر سر اسرائیل که نابود کنه خاندان این یروبعام را. زه هیوم همین امروزه اومه گم عطا و حتی ممکنه همین الان هم باشه، میگه همین امروز زاده میشه براش. یبدالت راشی اشر یخریت یروعام زه هیام که همین امروز نابود میکنه خاندان یروعام را. اومه گم اتا هنولدیم لو هیام و اشر عتیدین به حولید لو معتا. کن میگه از همین امروز هر کی که برای یروبعام زاییده بشه یا از امروز به بعد همه را اونی که میاد نابود خواهد کرد و شمید بارد تمام دشمنان اسرائیل را نابود کنه و مشیح صدیق نو را به خوبی و راحتی هر چیز را برای بیاره به گولا شده ما لخورم اسرائیل امین و امین.